نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه 15 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با حکم اموالی که از دست غیر شیعیان و غیر مسلمانان و کسانی که به خمس اعتقاد ندارند به شیعیان میرسد فرمودند مطابق با روایاتی که از معصومین علیه السلام رسیده اگر یکی از شیعیان از دست کسی که به خمس اعتقاد ندارد مالی به او میرسد اگرچه آن شخص خمس آن مال را نداده و خمس هم متعلق به عین مال است معصومین علیهم السلام این خمس را اباهه کرده و بخشیدند معظم الله در ادامه فرمودند اباهه و بخشش خمس در همه موارد نبوده و در سایر موارد معصومین علیهم السلام خمس را دریافت می و حتی تأکید می اگر کسی خمس پرداخت نکند حتی به مقدار یک درهم آن حرام است اما در مورد اباهه و بخشش خمس در خصوص مالی که از غیر شیعیان به دست شیعیان می رسد بعضا از تعبیر الایوم القیامه استفاده شده یعنی تا روز قیامت شیعیان از پرداخت خمس در این گونه موارد معاف شدند لازم به ذکر است که تحلیل و عباهه یا بخشش خمس اجازه است که طبق برخی از روایات که به روایات تحلیل یا اباهه خمس شهرت یافته از ناحیه امامان شیعه علیهم السلام برای پرداخت نکردن خمس به پیروانشان داده شده است اکثر فقهای شیعه تحلیل خمس را مختص به مالی میدانند که خمس آن پرداخت نشده و از خیر غیر شیعه به شیعه منتقل می شود. گفتنی است که در مقابل روایات تحلیل و اباهه و بخشش خمس روایاتی وجود دارد که به لزوم پرداخت خمس و راضی نبودن اهل بیت علیهم السلام به استفاده از مال خمس داده نشده اشاره دارند و این روایات به اخبار تشدید خمس معروف هستند با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم کسی که با نباس غیر مخمس نوازی کنه جزمن میشه به این غاسبه یا اخبار تحلیل یک کمکش میکنه اصلا اخبار تحلیل مال خود شیعه ها نیست خود ر... اینو فقه ها گفتند خود روایات هم داره بنی امیه بنی عباس امثال اینها که عقیده به ارباح مکاسب ندارن اونا هدیه میدادن اجرت میدادن به شیعه ها و ائمه علیهم السلام گفتن این مالی که بنی امیه به دست شما میده و عباس میده خمسش که اونا نمیدن وقت درش خمس هست چون خمس متعلقه به عینه اخبار تحلیل اینا را حلال کرده نه اگر یک شیعه خمس نمیده به یک کس دیگه از این پول خمس نداده داد اون تحلیل نه اون تحلیل نشده سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به این شرح بود برخی از احکام مربوط به سعی بین صفا و مروه برخی از احکام مربوط به نیابت حج حکم حج کسی که بعد از احرام وارد حرم شده و از دنیا می رود و یا بیهوش می شود و تکلیف کسی که سالها نماز آیات نخوانده است از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاحسد فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.